موضوع فراموش شده دزدان دریایی که سالها فقط سوژه‌ای برای سینماگران هالیوود بود، از تابستان سال 88 رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و ترس از پرچم سیاه و سفید منقش به جمجمه بر اذهان دریانوردان دنیا چنبره زد. موقعی تو این مسیر داشتیم میرفتیم، ما گاهی اوقات خانمای کشتی پیش هم میشینیم، با هم صحبت میکنیم، صحبت های شبانه دیگه، شب نشینیم. بعد یکی از خانم ما گفتش که اون هم آخه دوتا بچه داره، گفتش که گفت اگه دزدای دریایی بیان کشتی ما چی کار کنیم؟ گفتن که تو این جنون میبرن خانم ها رو قایم میکنن، خانواده ها رو قایم میکنن دیگه، سوراخ جایی. گفتش که ما حتی یک کیسه آب و غذا و بیسکویت و لباس واسه بچه‌ها گذاشتیم، میگه اگه یه جا قایم شدیم کسی نیومد سراغمون دیگه بچه‌ها از گشنگی هلاک نشن. بعد اون صحبت میکرد، منم خیال پردازی میکردم، میگفتم وای حالا اگه دوزا بیان رو کشتی بعد ما چیکار کنیم خانم، حالا ما تو انجینمون قایم شدیم، همه افسرا هم که بالان یه موقعی از انجین مروم، حالا بیاییم بیرون ببینیم هیچ کس رو کشتی نیست چی کار کنیم ما، حالا نه بلدیم کشتی رو هدایت کنیم نه زبان آنچنانی بلدیم که از جایی کمک بخوایم. مشکل حساب دوزی دریایی قبلا هم بود، یعنی تو بعضی قسمت های که معروف هم هستن، مثلا فرسان توی کانال مالاکا نزدیک های سنگاپور، نزدیک فیلیپین، جنوب دریای چین، غرب افریقا قبلا وجود داشت ولی به این حساب شدت نبود. هرچند که موضوع دزدی دریایی پیش از این نیز هیچگاه از بین نرفته بود و همواره کابوس وجود دزدان دریایی ذهن دریانوردان را مشغول می کرد، اما به نظر می رسد این بحث قدیمی با عزم مردم خلیج عدن برای حمله و تجاوز به کشتی های عبوری مجدداً بر سر زبان ها افتاد، به نحوی که حتی رفتار مردم این سرزمین مورد توجه عموم مردم دنیا قرار گرفت و خوشحالی و پایکوبی ساحل نشینان خلیج عدن در مواجهه با کشتی های به گروگان گرفته شده و شادی آنان نقل محافل شد. اما با افزایش تعداد کشتی‌های روبوده شده در این خلیج، بحث تأمین امنیت برای کشتی‌های تجاری باعث شد کشورهای دارای ترانزیت دریایی از سازمان‌های بین‌المللی درخواست تأمین امنیت و تشکیل یگان‌های اسکورت دریایی نمایند. Please proceed to the bridge. Vessel is under pirate attack. Vessel is under pirate attack. با این حال و با گذشت چند سال، نه تنها خبری از تأمین امنیت دریایی نیست، بلکه این حضور منجر به تغییر رفتار دزدان دریایی و گسترش محدوده فعالیت آنان تا عمق آب‌های آزاد شد. پایرسی و یکبل عمی داد کی تلویسین چیره حیبه او وحی ای که هلی جیره قیلات که ها سی توگه مراکب و اوین ادون که ای بیادین او بابیین
resource hadii dad qulahan ay baabiyeen marka ki badda waxyeeleeyay iyo ki kale ma kala garanaysaa dhaqaalihii dadkii dadkan badda ka shaqeystaana waa dad masaakiin aan hanti haysan laashashka iyo shabaago bay haystaan iyaga oo dowlad far badan ka yimid yaani marka walba in qoryo la saaro xitaa in la duqeyo sida la socotaanba shashan ay wada socdaan yacni taasaa keentay marka carab badan oo baahina waa jirtay dowlad dalka ma jirin oo dadkii dad baa haysan oo waxba haysanin meelaa u noqotid male ciyaad ciisatid male dalkii caalamka oo dhan madiid inuu ku soo duulay oo uu maraakiib jiriif loo soo diray oo sun lagu aasay yacni asbuuc walba ama bil walba haamo waaweyn oo wax ku jira aan la garanayn ayaa xeebaha soomaaliya ka soo caaliya waa jirtay dee cudurro aan la aqoon baaba yimid ama dadka ha ku dhaco ama geela ha ku dhaco ama ariga ha ku dhaco cudurro badan oo aan waayadii hore la arki jirin marka waxaan u ictiqaadnay oo u aqoonsanay annagu wax qashin badda lagu shubay inay tahay dadkuna maalin walba udhintaan waxay udhintaan aad id garanaysaa ma jirto in amr به گونه ای رواج یافت که خبرهای مختلف از افزایش کشتی‌های ربوده شده در دریاهای آزاد به شناورهای صیادی هم توسعه یافت و همکنون هر روز خبرهای زیادی از سراسر دنیا در مورد شناورهای صیادی و کشتی‌های ترانزیتی ربوده شده و گروگانگیری‌های بزرگ دریایی منتشر می‌شود و کابوس دوباره دزدی دریایی در تمامی آب‌های آزاد خواب دریا نبردن را پریشان کرده است. این هم موچینو یعنی انگه دیب تنلگو هاییو این نلگا گیب سدو این هم دیب کرن این هم موچینو انگه بنا یعنی انگو این اردی سو نقضی وحصو برتو ریل مگل ها یعنی او ایلی قبکات این هم فسک ایو انو فسک نقضو انگه نام حیل اللی گیستو انگو نام حیل اللی گیستو marka waxaan doonaynaa inaad ama meesha siga tagtid talun maanta ma uu jiree yaa ama aad nafacna la doonto وجود 5800 کیلومتر مرز آبی و حضور گسترده ناوگان تجاری ایران در آبهای آزاد تأمین امنیت و منافع تجاری ایران در آبهای بین المللی را می طلبد مأموریت ناوگروه های نظامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن از اونجای شروع شد که مسئله دزدی دریایی به وجود اومده بود. اکتوب که هرین فترین یعنی وحی وحب لعین مرکب ایلاد های دولت ایران نهایتا در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که نیروی دریایی تأمین امنیت شناورهای جمهوری اسلامی ایران رو بر عهده بگیره بیشک اعزام 17 ناوگروه به خلیج عدن برای حفاظت از کشتی‌های ایرانی نقطه درخشان کارنامه فعالیت نیروی دریایی در سال‌های اخیر است. الان بیش از 2 سال هست که بعد از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موفق شده در هزاران مایل دورتر از آب‌های سرزمینی خودمون پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در بیاره. شاید برای مردم عادی اسکورت ناوگان تجاری دریایی موضوع تازه است، اما برای نیروی دریایی موضوع این مأموریت‌ها سابقه طولانی دارد و در امتداد مأموریت‌های قبلی این نیروست. در شرح وظایف و مأموریت‌های محوله به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از منافع کشور در دریاها و آب‌های بین‌المللی به عنوان یکی از وظایف اصلی این نیرو مشخص شده است. در این مأموریت بجز تأمین امنیت حدود کشتی‌رانی، مأموریت‌های دیگه هم هست که من خدمتتون میگم. یکی عقیم گذاشتن سیاست ایران حراسی با حضور ناوگروه در خلیج عدن بر علیه تروریسم. از مأموریت‌های دیگه نمایش اقتدار و صلابت نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی و توانمندی ایرانیان در کلی عرصه‌هاست. ارسال پیام صلح و دوستی. برای نمیخوایم کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای دیگه احساس ما جنگ طلب هستیم. ما پیام صلح و دوستی داریم با اجرای این ماموریت. در دوران دفاع مقدس تهدیدات مختلف خطوط مواصلاتی کشور را هدف گرفته بود که با ابلاغ مأموریت‌های محوله نیروی دریایی با قدرت تمام در برابر این تهدیدات ایستادگی کرد. در حال حاضر هم که کشور در شرایط صلح به سر می‌برد، منافع ایران در دریاها و آب‌های آزاد به فعالیت نزدیک مرزها محدود نمی شود، بلکه گستره این فعالیت ها بسیار وسیع تر شده است. ما باید به دنبال این باشیم که حضور مستمر و مداوم خودمون رو در منطقه حفظ بکنیم. باید به این جملات گوهربار فرمودی معظم کل قوا جامعه عمل بپوشیم که فرمودن دریانوردی ها را ادامه بدهید، در منطقه دریای آزاد باید حضور داشته باشید و فرمودن که این کشور دریایی با داشتن این سواحل مناسب حتما نیاز هست که یک نیروی دریایی برجسته و ممتاز داشته باشه و این الحمدلله وجود داره. در شرایط کنونی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری و باری جمهوری اسلامی در سراسر دنیا تردد دارد و این امر در حقیقت تردد منافع کشور در آب‌های دوردست است. چند سالی است که تهدید منافع کشور از سوی دزدان دریایی در آب‌های بین المللی به ویژه خلیج عدن باعث شد که نیروی دریایی بر اساس وظیفه وارد ماجرا شود. این مأموریت جدید نیروی دریایی نیست. ما اقدام به اسکورت کاروان‌های تجاری می‌کنیم، چه اونهایی که از مبدأ ایران حرکت می‌کنن به مقصد سایر بنادر خارجی، مسیرشون به گونه‌ای هستش که ناچارند از خلیج عدن و تنگه باب المندب عبور بکنن، و همچنین چه اون کشتی‌هایی که چه ایرانی چه غیر ایرانی از مبدأ بنادر خارجی حرکت می‌کنن و مایحتاج کشور ما رو به بنادر جنوبی ایران هم می‌کنن. اما رویداد و پدیده‌ای که این روزها در خلیج عدن به نام دزدان دریایی بروز کرده است جدید و متفاوت است و وسعت آن به هیچ وجه قابل قیاس با گذشته نیست. در دو سال اخیر دزدی دریایی به شکل پیشرفته تری ظاهر شده، به این ترتیب که گروهی از دزدان دریایی با سلاح‌های پیشرفته تر و همچنین شناورهای پیشرفته تر حملات خودشون رو به صورت مسلحانه ادامه میدن و کشتی های ورودی و خروجی به تنگه مهم باب المندب رو تصرف میکنن و به نقطه نامعلوم میبرن و اقدام به باج خواهی میکنن.